بگم که ما تو سه تا بازی گذشته یکی از مهره‌های خوب ما از دست دادیم. تو بازی قبلی با سایپا یکی از موثرترین بازیکنان کتفش در رفت. جا داره که بگم که ما نماد صبر، تا آخرین لحظه تلاش کردیم که به هدفمون برسیم. یه لحظه شالوده بازی از دست بازیکنان من تو بازی قبلی در اومد و ما به لحاظ فنی تمرکز نداشتیم، مگر اون بازی هم پیروز میدان میشد. ولی بازیکنان هم با غیرت بازی کردن، روی تلاششون ایستادگی کردن و ما یه نتیجه داشتیم. اولا که من خسته نباشید میگم به دو تا تیم، مخصوصا به بچه‌های خودم. واقعا زحمت کشیدن، سن کم و تجربه کم، تونستم مقابل بچه‌های ملی پوش یه بازی رو سرده بکنم و فقط اینو میتونم بگم برای فدراسیون واقعا متاسفم و برای سازمان لیگ که در این سخت بازی ویدئو چک و هزینه ای کرده توسط باشگاه و واقعا زحمات تمام تیم ها رو که یک سال زحمت کشیدن به باد بوده. داوری من اصلا راضی نبودم، نه داوری خط، نه داوری بالا، نه داوری پایین. خدا رو شکر تونستیم این بازی از آن خودمون بکنیم. با همت و غیرتی که بچه‌ها داشتن تونستیم این بازی رو ببریم. واقعا بازی سختی بود، خسته نباشیم به هر دو تا تیم و واقعا تلاش کردیم و میخواستیم که ببریم. انشاءالله بازی بعدی هم از آن ماست و فینالیست میشیم. واقعا ممنونیم از شما که هر زمینه بهمون کمک کردن و حمایتمون کردن و واقعا بی‌نظیرم. یه جورایی جوان با تجربه حساب میشم، حالا ملی پوشم هستم و خودش رو کنستم که برای تیممون بازی کنم و قدرت تیممون باشم. تشکر میکنم از همه کسایی که از ما حمایت کردن و بهمون انگیزه دادن. اول خسته نباشید میگم به بچه‌های خودمون و همچنین تیم سری. بازی خیلی خوبی بود، هر دو تیم از تمام پتانسیلشون استفاده کردن. پای پای بود، واقعا مشخص هم کدوم تیم برنده میشد. فقط اینجا من میخوام از فدراسیون یه گله بکنم که چرا توی بازی توی سطح از مسابقات سطح یک لیگ بارما چرا ما نباید ویدیو چک داشته باشیم و واقعا این خیلی جای ویدیو چک خالی بود تو بازی. و در کل از همه بچه‌ها خسته نباشید دیگه، منشون تشکر میکنم، تمام سطح خودشون گذاشتن و بازی بسیار عالی بود. برای بازی سوم برنامه چیه؟ قطعا دوباره برمیگردیم که بجنگیم که ببریم بازی و بعد پرقدرت‌تر برمیگردیم. خیلی عالی. اسمتون؟ زهرا صادقی. مرسی. خوشحالم.